مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از فعالیت‌های بدخواهانه چین از اعمال محدودیت در صدور ویزا برای مقام‌های چین خبر داد که در کاهش آزادی در هنگ کنگ نقش دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد پولادی. آقای پامپو با تاکید بر اینکه این تنها آمریکا نیست که از رفتار پکن نگران است میگوید دوستان و شرکای ما نیز صدایشان درآمده و برای مقابله با فعالیت‌های بدخواهانه چین دست به کار شدند. آقای پامپو این نگرانی دولت آمریکا و همصدایی متحدانش را با انتشار یک توییت ابراز کرد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا بیانیه آقای پامپو را نقد کرده است که بر اعمال محدودیت صدور ویزا نه تنها برای مقامات کنونی حزب کمونیست چین بلکه در مورد مقامات پیشین این حزب نیز حکایت دارد. وزارت خارجه آمریکا معتقد است این مقامات در تضعیف خود مختاری هنگ کنگ برخلاف توافقی که در سال 1984 بین بریتانیا و چین حاصل و امضا شده است مستقیما مسئولیت دارند و یا در این زمینه نقشی ایفا کردند. بر پایان آن توافق حقوق بشر و آزادی‌های شهروندان هنگ کنگ تضمین شده است. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز پیشتر گفته بود که در دولت پرزیدنت ترامپ اقدامات اجرایی علیه چین در مورد مقابله با سرقت گسترده اطلاعات و فناوری سوء استفاده پکن از مزایای مناسبات تجاری با آمریکا آغاز شده است. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.